بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته. در آستانه اربعین حسینی در حرم آقا ابا عبدالله هستیم. نایب زیاره همه دوستان خیل زوار و مشتاقین رو دارید میبینید که از جای جای جهان روانه کربلای معلا شدن تا انشالله عرض ارادت بکنن به ساحت ارباب آقا سید الشهدا. انشالله که به زودی زود روی همه شما عزیزان بشه. اینجا به نوبه خودم نایب زیاره همه عزیزان هستم. انشالله به شرط حیات و توفیق نماز زیارت به نیابت از همه شما عزیزان به جا میارم و دعا میکنم که انشالله همگی عاقبت به خیر بشید و به زودی زود قدم های شما هم روانه کربلای معلا بشه تا بتونید از اجر عظیم این زیارت معنوی بهرمند بشید. به نیابت از دوستان به موکب ها هم کمک کردیم. انشالله تو مسیر پیاده روی نجف به کربلا هم همچون سال گذشته این کار رو انجام میدیم و انشالله مبالغی رو اهدا میکنیم به موکب ها بابت خدمت رسانی خالصانه به زوار آقای امام حسین. همینجا دعا میکنم انشالله خداوند فرج آقای امام زمان رو در جمعه اولین کارهای عالم قرار بده که انشالله ما بتونیم از فیض وجود حضرتش بهره ببریم، به خاطر اینکه تمام سختی هایی که توی زندگی افراد بشر به وجود میاد یه دلیل عمدهش ترس از آینده است. این ترس از آینده استرس رو به زندگی ها وارد میکنه و مشکلات جسمی و روحی گریبانگیر مردم میشه. اگر حضرت دور بکنه انشالله مدینه فاضله رو شاهد خواهیم بود که در اون نه ترسی وجود داره نه قصه ای. انشالله که دعا کنیم و بگیم اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج حق آقا ابا عبدالله، و دعا کنیم برای بیماران، برای حاجتمندان، برای ازدواج جوانها، برای پاکدامنی زنان و دختران جامعهمون، برای غیرت مردان جامعهمون، برای نجات مستجرا، برای نجات بیکارا، برای کسایی که حاجت دارن، حاجتشون رو جز خدا کسی نمیدونه و به کسی روشون نمیشه بگه. برای همه دعا میکنیم انشالله همه عاقبت بخیر بشن. شما هم برای ما دعا کنید انشالله اینجا بتونیم با زیاره شما عزیزان باشیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.